سلام به همگی، ما امروز میخواییم درباره روش استدلال صحبت بکنیم که بتونیم نقصهای استدلال رو پیدا کنیم و درست استدلال کنیم، استدلالمون استدلالهای خوبی باشه. ولی قبل از اینکه اینو بگم که ما داریم درباره کدوم استدلال صحبت میکنیم. دو نوع استدلال داریم، یه استدلال غریزی هست و یه استدلال آگاهانه و دقیق. ما استدلال غریزی رو امروز نمیگیم، استدلال آگاهانه و دقیق رو داریم میگیم. استدلالهای آگاهانه هم دو نوع دارن، بهش میگن inductive reasoning و deductive reasoning. فکر میکنم میشه استدلال استقرایی و قیاسی. ما داریم درباره استدلالای استقرایی صحبت میکنیم، چون استدلالای قیاسی درباره استدلالایی هستن که خیلی ریاضیوار هستن و استدلالایی هستن که جوابش یا غلطه یا درسته، احتمالی نیست. یک چارچوب بسیار ریاضی شکلی دارن و اگه استدلال درست باشه جواب حتما درست خواهد بود. یه مثال که میتونیم از این بزنیم، مثالایی هست که مثلا میگه که همه پستانداران حیوان هستن، همه گربه ها مثلا پستاندار هستن، پس میتونی نتیجه بگیری که همه گربه ها حیوان هستن. یعنی اگه دو تا گزاره اول درست باشه حتما نتیجه باید درست باشه. اینا میشن استدلال های قیاسی. ما درباره این الان صحبت نمی کنیم، به خاطر اینکه اکثر استدلال هایی که ما در زندگی روزمره بهشون احتیاج داریم، این استدلال هایی نیستن که به شما جواب 100% درست یا یا حتما درست یا حتما غلط نمیدن. خب ما داریم درباره استدلال های استقرایی صحبت می کنیم که احتمالی صحبت می کنن. اگه استدلال شما خوب باشه ما میتونیم نتیجه بگیریم که احتمال درست بودن این بالاتره، یا اگه استدلال شما قوی باشه استدلال شما احتمال بالا نمیبره. یعنی استدلالای استقرایی استدلالایی هستن که سعی میکنیم که ببینیم آیا باور به یک چیزی موجه هست یا نه، 100% یه چیزی رو اثبات نمیخوایم بکنیم. و این معمولا برای زندگی روزمره، برای مثلا سیاست، برای نتیجه گیری توی مثلا کاربردش زندگی خودت، زندگی شخصی خودت، این استدلالای استقرایی خیلی کاربرد بیشتری دارن. اون استدلالای قیاسی معمولا برای کسایی که دارن یا فلسفه میخونن یا مثلا توی علوم کامپیوتری هستن و اینا، یه جاهای خیلی خاصی استفاده میشه. بعضیا فکر میکنن که استدلال قیاسی حتما بهتره دیگه، خب جواب 100% به شما میده، در صورتی که تمام دنیای علم روی استدلال قیاسی نیست، روی استدلال استقرایی هست. اگه حواسمون به استدلالمون نباشه، استدلالی که ما میل داریم به انجامش همون استدلال غریزی اولیه هست. استدلالیه که شما باهاش به دنیا اومدین، یک منطقیه که از لحاظ فرگشتی کاربرد داشته و برای همین ما هممون باهاش به دنیا اومدیم. با اینکه کاربرد داره، خیلی نقص داره و باعث میشه که ما نتیجه گیری اشتباهی بکنیم. یعنی از لحاظ فرگشتی کاربرد داشته این لفظ استدلال، باعث شده که ما خیلی موقع ها بقا پیدا بکنیم، باعث شده که بتونیم تولید مثل بکنیم، باعث شده که قبیلمون بتونه بقا پیدا بکنه، ولی برای نتیجه گیری هایی که الان احتیاج داریم تو زندگی مدرن خیلی نقص زیاد داره. ولی خوشبختانه نقص این روش استدلال خیلی تکراریه. یعنی اشتباه هایی که مغز انسان میکنه وقتی که داره استدلال میکنه، روش های اشتباهش خیلی تکراریه، یعنی خیلی رواج داره روش های اشتباهش. برای همین ما میتونیم مثلا این سوتیایی که مغز انسان میده وقتی داره استدلال میکنه رو، اگه همینجوری هی توجه بکنیم که چه اشتباهایی هست، میتونیم براشون اسم بذاریم، میتونیم کاتگورایزش بکنیم، تقسیم بندیشون بکنیم و بعد مطالعه بکنیم این اشتباهایی رو همینجوری پشت سر هم میکنه و با یاد گرفتن این اشتباهات سعی بکنیم که جلوگیری بکنیم از تکرارشون. خوشبختانه بسیاری از انسانهای دیگه قبل از ما الان صدها ساله که این کار انجام دادن و کارش سخت ها تموم شده. خب همه اینا اسمشون گذاشتن، همش رو تقسیم بندی کردن، طبقه بندی کردن و برای ما خیلی کار راحته. ما فقط کافیه بریم لیست این اشتباه ها رو که بهش هم میگن مغلطه، ما کافیه که بریم این مغلطه ها رو یاد بگیریم، ببینیم مغلطه ها چی هستن، اسمشون چیه، مغلطه ها به چی دارن اشاره میکنن و مهمتر از همه که چرا این مغلطه ها باعث میشن یه استدلال غلط. یعنی شما فقط اگه اسم مغلطه ها رو یاد بگیرین و بعد روش اون مغلطه رو هم یاد بگیرین کافی نیست. شما باید متوجه باشین که چرا یک همچین مغلطه ای نتیجه گیری شما رو موجه نمیکنه. بعد از اینکه این مغلطه ها رو یاد گرفتین، مرحله بعد اینه که اول یاد بگیرین که مغلطه های استدلال های بقیه رو شناسایی بکنین و مهمتر از اون اینه که شروع کنین مغلطه های خودتون رو شناسایی بکنین. و اگه مغلطه های خودتون رو پیدا نکنین باید خیلی نگران بشین، چون همه ما مغلطه میکنیم و اگه شما نتونین مغلطه های خودتون رو پیدا بکنین به این معنی نیست که مغلطه نکردین، شناسایی شما ضعیفه. و اگه همینجوری میبینین که مغلطه های خودتون رو نمیتونین پیدا بکنین، بعد از بقیه کمک بخواین که به استدلال شما بیان حمله بکنن که اونا کمک بکنن که مغلطه های شما رو اینجوری پیدا بکنن. چون که به خودتون هم نمیتونین خیلی اتکا بکنین که مغلطه های خودتون رو پیدا بکنین، بهترین روش برای اینکه عقاید خودتون باور بهش موجه بدونید اینه که عقاید خودتون رو در یک میدان بذارین، همه بهش حمله بکنن، مخصوصا کسایی که مغلطه ها رو
میشناسن. اگر عقاید شما با استدلال های شما تونست این حمله ها رو پاس بکنه، بقا پیدا بکنه حتی بعد از اینکه بهش حمله شده، میتونید همینجوری شما احساس بکنید که احتمالاً باور به این عقیده شما یا باور به عقیده که از استدلال شما در اومده موجه‌تر و موجه‌تر میشه. ولی خب همینجوری که گفتم این استدلال ها همش استقرایی هست و به این معنی نیست که عقیده شما درسته یا استدلال شما درسته، فقط باور بهش موجه‌تر و موجه‌تر میکنه و احتمال درست بودنش افزایش میده و هیچ وقت به 100% نمیرسونه. راههای مقابل با مغلطه همون شناخت مغلطه هاست. شما وقتی یه مغلطه رو شناسایی میکنید، آروم آروم باعث میشه که این مغلطه رو کمتر انجام بدید. حتما ویدیو رو لایک بکنید، کامنت بذارید، به کسایی که فکر میکنید این برنامه براشون کاربرد داره به اشتراک بذارید، زنگوله شیطان هم حتما بزنید. اینم بگم رو دیسکورد هم بیاین، دیسکورد خیلی حال میده، خیلی بحث اونجا جنجالی میشه، خیلی جذابه، بیاین اونجا حتما. ابلیس حافظ همتون.